شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در آلمان گفتگو میکنیم با آقای بهرام چوبینه، یک پژوهشگر بسیار ژرفکاو. بیش از 30 سال است در آلمان در باب آثار اجتماعی و مذهبی و جامعه مدنی تحقیق میکند. چنان که پیش از این هم عرض کردم، یکی از کارهای ایشون که بسیار توجه برانگیخت دیباچه‌ای بود در بیش از 40 صفحه بر کتاب 23 سال دشتی. اون دقت و موشکافی که در این اثر دشتی دیده بود، در این مقاله‌ای که از اون به عنوان دیباچه یاد کردم، بازتاب یافت. آقای چوبینه عزیز، در ارتباط با اثر دشتی، یعنی این اثری که به حال شگفت‌انگیز بود از اوی، کتاب 23 سال، 3 سوال ازتون دارم امشب. میخواستم دیدگاه های دشتی رو تشریح بفرمایین. اول اینکه دشتی شخصیت حضرت محمد رو در این اثر چگونه وصف کرده؟ چون شما فرمودین که دشتی زبان پاک و بسیار متینی در این نقد به کار برده. علی دشتی زبان شاد در کربلا متولد شد. او زبان عربی و فارسی رو به خوبی میدانست و تحصیل کرده حوزه در کربلا و نجف بود. دانش او پیرامون مسائل اسلامی و آثار علمای اسلامی بی نهایت وسیع و غنی بود. دشتی در کتاب خودش، در این کتاب که همه دوستداران دشتی و همه آشنایان دشتی اکنون بعد از انقلاب هم تصدیق میکنن که این کتاب 23 سال اثر علی دشتی هست، در این کتاب سعی میکنه به خرافات مذهبی در جامعه ایران توجه بکنه و این کتاب در حقیقت بیانی است علیه خرافات مذهبی در سطح وسیع کشور ما ایران. البته در این 31 سال اخیر وسعت بیشتری گرفت. دشتی در کمال آرامی سعی میکنه یک نقاشی، یک تصویر امروزی به بسیار انسانی از رسول الله تحویل مردم مسلمان ایران بده و در پس حافظه خودش کتاب بزرگ زندگانی عیسی مسیح از ارنست رنان را، نویسنده فرانسوی، زیر نظر داره و در این حال به کتاب امیل لودویگ فرزند آدم توجه داره و توجه او در این هستش که از رسول الله یه چهره قابل قبول و امروزی و انسانی تحویل ما خوانندگان کتابش بده. او معتقده که محمد رسول الله تا 40 سالگی هیچ اثری و هیچ کار مهمی از او در تاریخ ثبت نشده و دیده نشده. یعنی در حقیقت ترسیم میکنه یک طفلی رو که در دامان مادرش به دنیا میاد و بلافاصله مادر از این دنیا میرود. پدرش قبل از تولد او فوت کرده بود و طبیعتاً یه همچین بچه، یه همچین طفلی در اون روزگار عربستان سعودی، اون دمشق و جزیره عربستان و در میان قبایل و طوایف عرب در وضع ناخوشایندی رشد و نمو میکنه و تا 40 سالگی هیچ اثر مهمی در آثار اسلامی از او دیده نمیشه. حتی دشتی مستند میکنه که این رسول الله طبق مستندات تاریخ اسلام
که در قرنهای اولیه اسلام از طرف علمای اسلامی نوشته شده، در اونجا هیچ سند علمی و درستی پیدا نمی کنیم که پیرامون این 40 سال گذشته از اولیه رسول الله مطلبی وجود داشته باشه. ولی معتقده که رسول الله به علت اینکه انسان گوشگیر بود، رویایی بود و تخیلات معنوی قوی داشت، به هر حال در سن 40 سالگی بیان میکنه که برانگیخته هستش و شروع میکنه به تبلیغ عقاید خودش در شبه جزیره عربستان. خود دشتی در مقدمه کتابش چهره رسول الله رو اینچنین ترسیم میکنه، میگوید که یکی از حادثه آفرین‌ترین موجود تاریخ بشریت میشه او رو نام برد و همتراز لنین او رو قلمداد میکنه. یعنی در حقیقت او رو به عنوان یک انسان اجتماعی، یک انسانی که تأثیر اجتماعی در شبه جزیره عربستان داشته، سعی میکنه بشناسانه. به هر حال آنچه که مهم هستش، ما میدونیم که دشتی یک ترسیم بسیار قشنگی در اول کتابش از کودکی رسول الله میکنه و بعدن در مسیر تحقیق و مطالعه در مورد زندگی رسول الله به مسائل مختلفی میپردازه که به زندگی رسول الله ارتباط داره و شخصیت او، که من فکر میکنم هر کسی که فرصت داشته باشه این کتاب را بخونه متوجه میشه که تمام سعی و کوشش روانشاد علی دشتی بر این هست که چهره رسول الله رو از خرافاتی که ملایان در ایران تبلیغ و منتشر می کنند جدا بکنه و یک شخصیت کاملا انسانی به او بده. آقای چوبینه عزیز، بفرمین که دشتی چه تفاوتهایی می بیند میان حضرت محمد در مکه و حضرت محمد در مدینه. شادروان دشتی اتفاقا یک جمله‌ای داره در همین کتاب، با اون این که اصولا معتقده که 13 سال رسالت رسول الله در مکه بی نهایت صلح‌آمیز و بی نهایت اثر قابل ملموسی در جامعه عرب نگذاشته و طبیعتاً به موعظه پرداخته و مردم مکه رو دعوت کرده به صلح و صفا و آشتی و مروت و غیره. در حقیقت در اونجا یک مصلح اجتماعی هستش در مکه، ولی موقعی که رسول الله به مدینه یا یثرب میره و هجرت میکنه، در اونجا یک شخصیت جدیدی پیدا میکنه که علی دشتی معتقده که از عبای محمد یک انسان جدیدی ظاهر شده، بیرون آمده، که این شخصیت به کلی با زندگانی رسول و اعتقاداتش در مکه متفاوت و به کلی دگرگون شده است. آنچه که مهم هست در دوران مکه اصولا احکام اسلامی در اونجا نازل نشده، در اونجا گفته نشده، همچنان که گفتم توصیه شده بیشتر به صلح و صفا بین مردم. ولی در مدینه اندیشه های رسول الله برای ساختن یک دنیای بهتر برای عرب، برای یک آینده بزرگ برای عرب از اونجا شروع میشه و برای رسیدن به حکومت و دولت و قدرت برنامه هایی رو میریزه و مسائل رو پیشنهاد میکنه و توصیه میکنه به عرب که پذیرفته میشه و میبینیم که برای رسیدن به این آرزوها یک فرایض و دستوراتی هم برای مسلمین صادر میکنه که ارتباط زیادی پیدا میکنه، حمله به کاروان تجار قریشی، جنگ و جهاد علیه کفار، در حالی که در قبل در مکه توصیه رسول الله جهاد برای در حقیقت راه خدا بود و اون جهاد معنی جنگ و قتال نمی داشت. ولی در مکه به صورت چشمگیری دشتی آیات قرآنی رو آورده و نقل می کنه اون چیزایی که در مکه گفته شده و آنچه که در مدینه آمده.
و میبینیم که در مدینه کشتن کفار و کشتن مخالفین اسلام و مخالفین خود رسول الله دستور العمل رسول الله قرار گرفته و مسلمین. در اونجا برای رسیدن به قدرت و دولت و حکومت حتی فرمان جهاد داده. بعضی در یک مسئله که خیلی بی نهایت تأثیر گذاشته در روحیه مسلمین به اون اینه که موقعی که این دستورات آمده نازل شده و یا گفته شده از طرف رسول الله برای تحریک مردم عرب و برای جذب و جلب آنها قضیه غنیمت و غنایم جنگی رو مطرح کرده.